واشنگتن تایمز نوشت گروه اصلی اپوزیسیون ایران روز چهارشنبه گفت دولت ترامپ باید وزارت اطلاعات رژیم ایران را به لیست گروه های تروریست خارجی اضافه کند تا ماموران حکومت تهران را بتوان برای اعمال مختلف تروریستی که طی دهها مرتکب شدهاند مورد حسابرسی قرار داد در کنفرانس مطبوعاتی دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن علیرضا جعفرزاده گفت معموران سرویس های وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران از نزدیک با نیروی قدس سپاه پاسداران عمل می کنند و نیروهای نیابتی تروریستی را در سراسر جهان آموزش می دهند. آنها همچنان به شدت در تروریسم علیه دشمنان رژیم ایران شرکت دارند. وی تاکید کرد آمریکا در جنگ با تروریسم باید وزارت اطلاعات رژیم ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی لیست کند. واشنگتن تایمز افسود فراخان شورای ملی مقاومت برای افزودن وزارت اطلاعات رژیم ایران به لیست تروریستی وزارت خارجه یک روز قبل از اتمام ضرب الاجل معافیت‌های دولت ترامپ برای برخی از بزرگترین واردکنندگان نفت و گاز از رژیم ایران داده شده است. دولت ترامپ اخیراً نیز سپاه پاسداران را در لیست رسمی تروریستی قرار داد و این اولین بار است که یک شاخه نظامی رسمی کشور خارجی این چنین لیست گذاری بنا به گزارش شورای ملی مقاومت شبکه اروپایی تروریسم رژیم در سفارتشان در اتریش عمل میکند کند و افسران اطلاعات رژیم توطئه تروریستی علیه اهدافی در آمریکا، انگلستان، آلمان، هلند، ترکیه، آلبانی، دانمارک و فرانسه را هماهنگ کردند. این گزارش میگوید کشورهای اروپایی پنج دیپلمات رژیم ایران را به خاطر نقش مشکوک آنها در حملات طراحی شده در فرانسه و آلبانی اخراج کردند. در آلبانی دو معمور اطلاعات رژیم ایران دستگیر شده و سفیر رژیم به خاطر ارتباط مشکوک آن با طرح بمبگذاری در مراسم جشن نوروزی در تیرانا اخراج شد. اسدالله اسدی رئیس ایستگاه وزارت اطلاعات و امنیت رژیم در اروپا در آلمان دستگیر شد و به خاطر اتهامات تروریستی مربوط به طرح بمبگذاری علیه گردهمایی مخالفان ایرانی در پاریس به بلژیک مسترد شد.